به نام خدا. سلام، به خبرهای این ساعت که از استدیوی هرات تقدیم شما می شود خوش آمدید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. بازداشت یک گروه از طالبان مسلح از سوی پلیس در هرات. این مخالفین مسلح بالای کاروان پلیس مرزی حمله کرده بوده. فرقت بیش از 3000 دانشجو از دانشگاه هرات. دانش آموختگان از دولت خواهان ایجاد فرصت‌های شغلی هستند. و حفاری مرقد سلطان حسین بایقرا از سوی افراد ناشناس در هرات. فعالین مدنی خواهان حفظ آثار و آبدهای تاریخی در این ولایت هستند. امروز چهارشنبه چهارم ثور سال 1398 هجری خورشیدی برابر با 24 آپریل سال 2019 میلادی است. من مرضیه حسینی هستم. یک گروه 6 نفری طالبان مسلح پس از حمله بر نیروهای پلیس مرزی شهرک ترقندی بازداشت شدند. پلیس در هرات میگوید این افراد در منطقه یک دکان ولسوالی کشک رباط سنگی با نیروهای امنیتی درگیر شده که در این درگیری یک پلیس مرزی زخم برداشته است. از سوی هم اعضای شورای ولایتی هرات نگران وضعیت امنیتی ولسوالی ها هستند. حسین نیکخواه با شرح بیشتر در این مورد. این گروه 6 نفری طالبان مسلح پس از آنکه در منطقه یک دوکان ولسوالی کشک رباط سنگی در شاهراه هرات ترقندی بر نیروهای پلیس مرزی کمیساری ترقندی حمله کردند، بازداشت شدند. پلیس هرات با نشر خبرنامه گفته در این درگیری یک سرباز پلیس زخم برداشته است. از نزد این افراد به تعداد یک حلق ماین ریموت کنترل، یک میل پیکا، یک میل راکت انداز، یک میل سلاح 40 تیر و 2 میل سلاح کلاشینکوف به دست پلیس افتاده است. و در این درگیری یک سرباز پلیس نیز به گونه سطحی زخم برداشته است. پلیس هرات تاکید می‌کند افراد بازداشت شده در بخش‌های گوناگون ولسوالی کشک رباط سنگی سرگرم فعالیت ضد دولتی و دزدی مسلحانه بودند. برخی اعضای شورای ولایتی هرات نسبت به وضعیت بد امنیتی در برخی ولسوالی‌ها و مسیر شاهراه‌های ابراز نگرانی می‌کنند. ولسوالی‌های اطراف ولایت هرات به طور کامل متأسفانه ناامن، شاهراها ناامن، هیچ کس احساس امنیت نمی‌کنه. و هر آن میتونه نیروهای مخالف دولت مسلح به هر شهرهای حمله‌ور بشه و به اطراف ولسوالی و هر کس آسیبی برسانه. با این حال مسئول کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات باور دارد با آغاز فصل بهار و گرم شدن هوا ممکن است همانند سالهای گذشته تحرکات و حملات تهاجمی طالبان نیز در ولسوالی ها افزایش پیدا کند. از همین رو نیروهای امنیتی باید مخالفان مسلح حکومت را سرکوب کنند. نیروهای امنیتی تدابیر بیتری بسنجام، چون فصل گرما شروع شده و طالبان هم عملیات ها خورخواهی نخواهی در ولسوالی ها شروع میکنن، باید دولت تدابیر بیتری بگیره که نتونه دشمن تلفات به نیروهای امنیتی ما وارد. در سوی دیگر به تازگی گروه طالبان با نشر خبرنامه‌ای در برخی ولسوالی‌ها از گفتگوهای صلح پشتیبانی کرده و خواهان پایان جنگ در افغانستان شده است. در این اعلامیه مولوی عبدالحمید مسئول محاکمه گروه طالبان از اعضای این گروه خواسته حالت دفاعیشان را حفظ کنند و از انجام حملات تهاجمی پیشگیری کنند. دانش آموختگان دانشگاه هرات از آینده شغلیشان نگرانند. همزمان با فراغت بیش از 3000 تن از دانشجویان دانشگاه هرات از مقطع لیسانس، دانش آموختگان از دولت خواهان ایجاد فرصت‌های شغلی هستند. از سوی هم والی هرات میگوید دولت توانایی جذب این شمار از دانش آموختگان را در دستگاه دولت ندارد. همکارم سلیم مقیمی با جزئیات بیشتر در این مورد. جشنی توأم با شادمانی و نگرانی از آینده کاری برای دانش آموختگان. دست کم 3040 تن از دانش آموختگان سال 1397 دانشگاه هرات فراغتشان را در این مراسم با حضور مقام‌های محلی هرات جشن گرفتند.
عبدالله فائز رئیس دانشگاه هرات میگوید 40% دانش آموختگان امسال را با نون تشکیل میدهند. جمله 3040 نفری که از پانتون هرات امسال فارغ التحصیل شدند، 1698 محصل مذکور هست و 1340 محصل اناث است. با آنکه خوشنودی پایان یک دوره تحصیلی در سیمای این دانش آموختگان موج میزند، اما نگرانی از آینده شغلی کام آنان را تلخ ساخته است. میگویند بازار کار دیگر تقاضایی برای جذب دانش آموختگان ندارد و دولت نتوانسته در سالهای پسین برای فارغین دانشگاه ها اشتغال زایی کند. تنها دغدغه ما این است که وقتی ما فارغ باشیم نتوانیم که به ادارات یا به جای کار بکنیم. به هر دلیلی که باشه ما از دولت تقاضا داریم که زمینه کار را مساعد بکنن برای ما. یکی از دغدغه‌های محصلانی که فارغ میشن عموما بیکاری هست که به خاطر نداشتن تجربه کافی بیشتر در بیشتر اماکن اجازه کار کردن نمیدن. در سوی دیگر عبدالقیوم رحیمی والی هرات میگوید ظرفیت‌های زیادی برای جذب این شمار از دانش آموختگان در دستگاه دولت وجود ندارد. آقای رحیمی به دانش آموختگان پیشنهاد می‌کند تا تنها در جستجوی کار در نهادهای دولتی نباشند، بلکه نهادهای خصوصی را نیز جستجو کنند. ظرفیتی که اداره محلی داره به یک تعداد شاگردان نمیتونه جذب کنه. این یک چیزی است که کلگی ما شما میفهمیم. ما حتما کوشش میکنیم که یک تعدادی که میتونیم جذب کنیم. از طرفی هم استادان دانشگاه نبود راهبرد مشخص در دستگاه دولت افغانستان جهت جذب فارغان دانشگاه ها را در بازار کار عامل بیکاری دانش آموختگان پس از فراغت عنوان می کنند. دولت هم واقعا یک برنامه مدون و منظم در زمینه کاریابی برای محصل و استخدام و امنیت شغلی و اقتصادی محصلای عزیز ما ندارند. برگزاری این مراسم با عواشی نیز همراه بود. حضور استادان دانشگاه در این مراسم باعث شد تا بیش از 15,000 دانشجو امروز بی سرنوشت بمانند. دانشگاه هرات مسئول هستند و مسئولیت دارند. اونا در اینجا تشریف دارند و دانشجوها کاملا بی سرنوشت ماندند. بعضی مشکلات و چالش های در خود ریاست دانشگاه هرات هست که باید اونا رو درست مدیریت بکنند. با این همه هم‌اکنون بیش از 3,000 بست دولتی در اداره محلی هرات خالی است. فعالین مدنی هرات میگویند به دلیل تمرکزگرایی در حکومت وحدت ملی هزاران جوان دانش آموخته نمیتوانند این بست‌ها را اشغال کنند. تا لحظات دیگر. برگزاری نمایشگاه مشترک فرهنگی مردم افغانستان در هرات. هفته ملی واکسین همزمان در ولایت غربی افغانستان آغاز شد. مسئولان ریاست صحت عامه هرات هدف از برگزاری این برنامه را آگاهی دهی به مردم در مورد اهمیت واکسین عنوان می کنند. باشندگان این ولایت مشکلات امنیتی و عدم آگاهی مردم را عمده ترین چالش های سد راه اجرای برنامه های واکسین می دانند. رضا امینی گزارش می دهد. نمایندگان ولایت های زون غرب شامل هرات، غور، بادغیس و فراه برای گرامی داشت از هفته ملی واکسین اینجا در هرات گرد آمدند. هدف از برگزاری این برنامه بررسی چالش های اجرای برنامه های واکسین، یافتن راه حل برای این چالش ها و آگاهی دهی بیشتر در مورد اهمیت واکسین برای مردم است. ما زیادتر در این هفته کوشش میکنیم که آگاهی و برنامه ریزی شده از طریق پروگرام هایی که در سطح ولایت هرات خصوصا در حوزه غرب تطبیق میشه، هدف اینه که آگاهی افراد جامعه به سرحدی برسه که از پوشش خدمات واکسیناسیون محروم نمانه. اما اجرای برنامه های واکسین در ولایت های زون غرب کشور با مشکلات گوناگون گره خورده. عمده ترین مشکل ناامنی است که مانع فعالیت کارمندان صحیح شده. در کنار این نبود امکانات در مناطق دور افتاده و عدم آگاهی مردم در مورد اهمیت واکسین اجرای این برنامه را با چالش روبرو کرده است. یک واقعیت است که مشکلات خود داشته و فعلا امکان است وقتی باران است، وقتی سیلاب است، مطابق به اون پلانی که واکسیناتور داره نمیتونه که به اون ساعت دوردست برسه. چالش های امنیتی است دیگه و تعدیده است و دیگه ساعت
به این ساعت جغرافیایی و با این همه معاون والی هرات هرچند وجود چالش ها را در اجرای برنامه های واکسین میپذیرد اما تأکید دارد اجرای این برنامه از مبتلا شدن شمار زیادی از کودکان به بیماری های گوناگون پیشگیری میکند. ضرب بعض مشکلات یا مسائل موسمی یا بارندگی یا سیلاب ها یا صعب العبور بودن راه ها تطبیق نمیشه یا مسائل ناامنی ما نمیتونیم ارتباط بدیم با پروگرام ملی واکسیناسیون که پروگرام مشکل داره. بر اساس آمار صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در سطح جهان 1.5 میلیون کودک با خطر مبتلا شدن به بیماری هایی دست به گریبان هستند که با انجام این واکسین میتوان از آن پیشگیری کرد. محصولات کشاورزی، لباس‌های بومی، صنایع دستی و سایر مشترکات فرهنگی مردم افغانستان در نمایشگاهی در دانشگاه هرات به نمایش گذاشته شده است. برگزار کنندگان هدف از راه اندازی این نمایشگاه را تقویت وحدت ملی و ایجاد همدلی میان شهروندان کشور عنوان می‌کنند. همکارم سلیم مقیمی به این نمایشگاه سری زده و این گزارش را تهیه کرده است. مجموعه ای از داشته‌های فرهنگی و کشاورزی 34 ولایت افغانستان در این نمایشگاه از سوی شماری از دانشجویان دانشگاه هرات به نمایش گذاشته شده است. از فرآورده‌های کشاورزی چون سبزیجات، میوه‌ها، غلات تا صنایع دستی چون قالین که جز محصولات معروف کشور به حساب می‌آید، در معرض دید عموم قرار گرفته است. برگزار کنندگان هدف از برگزاری این نمایشگاه را ایجاد همدلی میان شهروندان کشور و شناخت بیشتر از فرهنگ افغانستان عنوان می کنند. کوشش کردیم در این نمایشگاه محصولات 34 ولایت افغانستان را به نمایش بگذاریم تا از طریق ازی یک وحدت و همدلی به وجود بیاید. برگزاری همچین نمایشگاه که است باعث میشه تا سطح فرهنگی بالاتر بره، مردم از فرهنگ شناخت بیشتر پیدا کنند، باعث میشه تا وحدت و همدلی بین مردم زیادتر شود. از سوی هم شماری از دانشجویان همدلی و وحدت ملی در میان شهروندان را یگان راه گریز از چالش‌های موجود در کشور می‌دانند. این دانشجویان از عملکرد رهبران حکومت در قسمت ایجاد وحدت ملی در میان شهروندان و اقوام کشور انتقاد می‌کنند. دولت هم که اصلاً هیچ یعنی توجهی نکرده، با وجودی که افغانستان تنوع از فرهنگ‌های مختلفه ولی تا حال اقدام عملی در این بخش نشده. در کل یعنی در بخش وحدت ملی ما یعنی چنین کار ما ندیدیم که بتونه به خود اختشاشات بین مردم تعصبات قومی حل کنه. و ما از رهبران حکومت جدا تقاضا میکنیم تا در راستای وحدت ملی و همدیگر پذیری در میان مردم اقدام کنند. با این حال استادان دانشگاه میگویند بر پایه نمایشگاه‌های از این دست میتواند زمین ساز روحیه همدلی در میان شهروندان کشور شود. این استادان معتقدند برای ختم تنش‌ها و چالش‌ها در افغانستان مردم و رهبران باید هم نظر و همدل شوند. و تنها راه این که دوباره افغانستان به سمت ملت شدن حرکت بکنه، من فکر میکنم اینه که فرهنگ های مختلفی که در این سرزمین زندگی میکنن با آداب و رسوم متفاوت اینا رو به هم نزدیک بکنه. افغانستان یکی از متنوع ترین کشورها به لحاظ فرهنگ در دنیاست و وجود اقوام گوناگون در این کشور به زیبایی افغانستان افسوده است. اما مشکلی که امکنون در کشور موجود است و خیلی ها را نگران کرده، نبود همدلی کافی در بین رهبران حکومت است که شهروندان از رهبران می‌خواهند تا زمینه‌های بیشتری برای همدلی مهیا شود. سلیم مقیمی، آریانا نیوز، دانشگاه هرات. درگیری میان خودی دو قوم در بادغیس 5 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت. شورای ولایتی بادغیس ضمن تایید این خبر میگوید این درگیری در منطقه لالبای ولسوالی جوند رخ داده است. در همین حال سخنگوی والی بادغیس با رد درگیری میان دو قوم میگوید دو گروه از مخالفین مسلح به دلیل اختلافات ذات البینی در منطقه خط عرب به درگیری پرداختند که منجر به کشته شدن 5 تن و زخمی شدن 5 تن دیگر از دو طرف درگیر شده است. حسین نیکخا با شرح بیشتر در این مورد. درگیری میان خودی میان دو قوم در بادغیس. منابع در ولایت بادغیس تایید می کنند که در پی درگیری میان دو قوم در این ولایت 5 نفر کشته شده و 3 تن دیگر زخم برداشته است.
معاون شورای ولایتی بادغیس تاکید دارد این درگیری در منطقه لالبای ولسوالی جوند رخ داده است. یک قوم است بینشان نزایا تقریبا چندین سال میشه، ده ها نفر طالب بینشان کشته شده، متاسفانه دیروز هم 5 نفر جانبین کشته و 3 نفر هم زخمی شدن. او اساس یک سلسله اختلافات ذات البینی و شخصی است. آنگونه که اعضای شورای ولایتی و منابع مردمی در بادغیس میگویند در این زد و خورد به شمول یک بزرگ قوم 4 تن دیگر جان باخته و 3 نفر زخم برداشتند. گفته می شود که این درگیری خونین در منطقه زیر نفوذ طالبان تفنگدار رخ داده. آگاهان امور در بادغیس از مقام های محلی این ولایت می خواهند اجازه ندهند دامنه این درگیری گسترده شود. بهترین راه این هست که متنفذین، بزرگان قومی و کسانی که در زمینه نفوذ دارند و تاثیرگذار هستند خیلی زودتر دست به کار بشن و جلوی انتشار این مشکل قومی و نزاع قومی در یکی از دورترین مناطق ولسوالی جوند ولایت بادغیس بگیرند. با این همه جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس با رد درگیری میان دو قوم در این ولسوالی میگوید شب گذشته 2 گروه از مخالفین مسلح به دلیل اختلافات ذات البینی در منطقه خط عرب به درگیری پرداختند که منجر به کشته شدن 5 تن و زخمی شدن 5 تن دیگر از 2 طرف درگیر شده است. در درگیری ذات البینی بین مخالفین مسلح دولت 5 تن کشته شدند و 5 تن زخم برداشتند. برای فلان وضعیت آرام است، ولی درگیری هم در ساحه نفوذ مخالفین مسلح دولت صورت گرفته در منطقه خاک عرب. گفتنیست که ولسوالی جوند بادغیس یکی از ولسوالی های ناامن این ولایت است که بخش های از آن از کنترل دولت خارج است و زیر نفوذ گروه طالبان قرار دارد. تا دمی دیگر بیننده ادامه خبرها باشید، اما پیش از آن مروری دوباره بر سرخط خبرها. بازداشت یک گروه از طالبان مسلح از سوی پلیس در هرات. این مخالفین مسلح بالای کاروان پلیس مرزی حمله کرده بودند. فرقت بیش از 3000 دانشجو از دانشگاه هرات. دانش آموختگان از دولت خواهان ایجاد فرصت‌های شغلی هستند. و حفاری مرقد سلطان حسین بایقرا از سوی افراد ناشناس در هرات. فعالین مدنی خواهان حفظ آثار و آبدهای تاریخی در این ولایت هستند. به خبرهای اقتصادی امروز خوش آمدید. ده ها کارگر معترض مقابل دفتر والی هرات با سر دادن شعارهای عدالت عدالت خواهان منتفی شدن طرح انتقال گمرک هرات به بندر اسلام‌قلعه شدند. در همین حال والی هرات تاکید می‌کند که گمرک از داخل شهر هرات به مرور زمان به بندر اسلام‌قلعه منتقل می‌شود. همکارم سید حسن حسینی با شرح بیشتر در این مورد. خسته، خشمگین و معترض. اعتراض به طرح انتقال گمرک هرات به بندر اسلام قلعه پای کارگران این مرکز عوایدی را اینجا مقابل دفتر والی هرات کشانده است. میگویند هر کاری که از دستشان برآید انجام میدهند، اما نمیگذارند گمرک هرات به بندر اسلام قلعه منتقل شود. تا مامورای گمرک اسلام قلعه پس به اینجا نیاید، پس بعد از او به میگه تشتی و اموال از چی نشه، اعتراض ما ادامه داره. بدبخت کردی مردم افغانستانه، چرا میگی نام هرات بد میکنی، گمرک میبری به سرمت، بخاطر چی؟ بیا بپر چیکار کردی اینا، چه به اسلام قلعه چند نفر کشته شده به گمرک هرات، چیکار کردی به هرات؟ ما به 20 روپیه به 30 روپیه ما راضی این که همینجا کار کنیم، منتهی ما مردم غریب بیچاره چیکار کنیم، ما به کجا بریم؟ اعتراض کارگران با آغاز هفته جاری جرقه زده شد. کارگران گمرک برای چندین ساعت 2 شعارهای هرات تورغوندی و هرات اسلام قلعه را در 2 روز مسدود کردند. عبدالقیوم رحیمی والی هرات در پاسخ به اعتراض کارگران طرح انتقال گمرک به بندر اسلام قلعه را اجرا شدنی می‌خواند. او میگوید انتقال گمرک به مرور زمان انجام می‌شود، اما تا آن وقت کارگران حق دارند در هنگرهای گمرک هرات مشغول کار باشند. گمرک نمی کنیم، یک مقدار مالکی امو کارگرایی که اینجا هستن و مصروف باشن، یعنی به مرور زمان انتقال میدیم، یعنی یک دفعه انتقال نمیشه و ما دقیقا نمیفهمم که بعد از اینکه به توافق رسیدن امرای ما چرا باز امروز اعتراض کردن سر این مسئله.
در سوی دیگر شورای ولایتی هرات با استقبال از طرح انتقال گمرک به بندر اسلام قلعه خواهان تأمین زمینه کار به کارگران است. و دولت هیچ برنامه جهت اشتغال زایی از اینا نداره. این بحرانه و باید رسیدگی به مسئله بشه. با این حال دیده شود که اعتراض کارگران تا کجا ادامه دارد و آیا دولت برنامه منظمی برای اشتغال زایی به آنان دارد یا خیر؟ سپاس از توجهتان. وقت خوش. خدا نگهدار.